سرخط خبرها و مهمترین های امروز. طالبان در پریان پنجشیر 20 ریش سفیدان را شکنجه و سگها و مواشی را برگبار بستند. دیدار علنی ملا هیبت الله با تمام ولسوالان و قماندانان امنیه ولایت کندهار. تامویس و عبدالله عبدالله در مورد تهدیدات تروریسم در افغانستان گفتگو کردند. سفر اضطراری ملا برادر به پنجشیر، جبهه مقاومت سنگین ترین حمله شان را انجام داد. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی اسپوتنیک افغانستان. به نقل از روزنامه 8 صبح، این منابع روز پنجشنبه 5 جوزا میگویند که حدود 500 تن از طالبان از مناطق مختلف پریان دور هم جمع شده بودند. به گفته آنان طالبان بیشتر از 20 تن از باشندگان را شامل مویسفیدان و دهقانان، چوپانان و کودکان بازداشت، شکنجه و سپس به قرارگاه هایشان بردند. منابع میافزند که طالبان در این تهاجم سگها و مواشی ایلاغنشین ها را برگبار بستند و خانه هایشان را نیز ویران کردند. منابع از پریان میگویند که تعداد دیگر از طالبان در دره روستکاب نیز هجوم بردند و تا کنون از وضعیت این ایلاغنشینان جزئیات در دست نیست. طالبان پیش از این شمار از باشندگان پریان پنجشیر را شکنجه و آزار اذیت کرده و به قتل رسانده بودند. در تازه ترین مورد، آنان دو برادر نوجوان را در روستای شالکچه این ولسوالی به گلوله بستند و اعضای خانواده آنان را نیز شکنجه کردند. دیدار علنی ملا هیبت الله با تمام ولسوالان و قماندانان امنیه ولایت کندهار. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای نخستین بار پس از تسلط این گروه بر افغانستان به طور علنی با ولسوالان و قماندانان امنیه ولایت کندهار ملاقات کرده است. به گزارش اسپوتنیک، به اساس آژانس خبررسانی باختر که در کنترل کامل طالبان قرار دارد، آخوندزاده روز گذشته با تمام ولسوالان و قماندانان امنیه ولایت کندهار دیدار کرد و در این ملاقات وزیر حج و اوقاف و والی طالبان برای کندهار نیز حاضر بودند. به گفته باختر، آخوندزاده مشاورینش را به مسئولان ملکی و نظامی آن ولایت معرفی کرده است و با آنها برخی دساتیر را نیز صادر کرده است. اما تا هنوز عکس‌ها و یا ویدیوهای این ملاقات در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و کدام منبع مستقل هم ظاهر شدن مولوی هیبت الله آخوندزاده را تایید نکرده است. تامویس و عبدالله عبدالله در مورد تهدیدات تروریسم در افغانستان گفتگو کردند. تامویس، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که پس از ماها با عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالح ملی افغانستان ملاقات کرده است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روز پنجشنبه 5 جوزا در توییت از دیدار با رئیس پیشین شورای عالی مصالح ملی گفتگو در مورد اوضاع افغانستان به ویژه تهدیدات تروریسم خبر داده است. او همچنان نگاشته است که روی نیاز برای یک روند سیاسی، تخطی های حقوق بشری، نقش ضروری زنان در جامعه، وضعیت بشری و تهدیدات تروریسم در افغانستان نیز با آقای عبدالله صحبت کرد. وست نوشته است که امیدوار است روند ملاقات هایش با سایر رهبران و متفکرین افغان در روزهای آینده ادامه یابد. گفتنی است که نماینده ویژه امریکا در سفرش به هند با برخی از مقام های بلندپایه دولت هند نیز در مورد افغانستان گفتگو کرده است. شکست‌های پی در پی طالبان در پنجشیر، پای ملا برادر را به این ولایت کشان. معاون اقتصادی نخست وزیر گروه طالبان امروز به ولایت پنجشیر سفر کرده است. به نقل از باختر، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، روز چهارشنبه 4 جوزا به ولایت پنجشیر سفر کرده است. بر پایه گزارش این خبرگزاری، او با نیروها و مسئولان محلی طالبان در این ولایت دیدار و هدایت‌های لازم را با آنان صادر کرده است. یادآوری می‌کنیم که با وجود سفر چند مقام گروه طالبان و فرستادن نیرو از ولایت‌های خوست، پکتیا و چند ولایت دیگر به پنجشیر، تاکنون جنگجویان این گروه در جنگ‌های رودرو با نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان همیشه شکست خورده و تلفات زیاد را متقبل شده است. یک رنجر طالبان در پنجشیر آماج ماین کنار جاده‌ای قرار گرفت. 8 صبح، کابل.
8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که اگر آدرنجر طالبان در این ولایت آماج انفجار ماین کنار جاده ای قرار گرفته است. به گفته منابع این رویداد روز سه شنبه 3 جوزا در منطقه آستانه ولسوالی بازارک به وقوع پیوسته است. منابع دسته میکنند که در پی این رویداد به طالبان تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن تاکنون روشن نیست. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند، هرچند تاکنون گروه مسئولیت این رویداد را بر دوش نگرفته است، اما عامل بیشتر حمله ها بر طالبان به ویژه ولایت پنجشیر جبهه مقاومت ملی عنوان شده است. گزارش های مهم از جهان. ترکیه: اگر بر نگرانی ما رسیدگی نشود، درخواست عضویت فنلند و سویدن در ناتو را متوقف میکنیم. گزارش از صدای امریکا. ترکیه به روز چهارشنبه 25 می گفت که اگر فنلند و سویدن به نگرانی های امنیتی این کشور رسیدگی نکنند، انقره روند پیشبرد درخواست این کشورها برای پیوستن به پیمان اتلانتیک شمالی ناتو را متوقف خواهد کرد. ابراهیم قالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، پس از ملاقات با نمایندگان فنلند و سویدن در انقره گفت که در مورد مراحل و زمان مشخص برای رسیدگی به نگرانی امنیتی ترکیه به این دو کشور پیام واضح فرستاده شده است. ترکیه میگوید که این دو کشور به اعضای حزب کارگران کردستان پناه دادند، گروهی که انقره و متحدین غربی آن را دهشت افغانی شناسایی کرده است. در پای تهاجم روسیه بر اوکراین، این دو کشور هفته گذشته درخواست پیوستن به ناتو را تحویل دادند. با وجود آن که خوشبینی ها در مورد پذیرش این دو کشور در ناتو زیاد است، اما یگانه مانع فرار رسیدن آنان به هدف ترکیه پنداشته می شود. آقای قالین افزود که نمایندگان فنلند و سویدن گفتند که در مورد نگرانی های ترکیه آگاهی دارند، اما خواهیم دید که آنان چه گام هایی را برخواهند داشت. انقره همچنان اتهام وارد کرده است که این دو کشور حامیان فتح الله کلان را نیز پناه داده است. روحانی مستقر در امریکا که ترکیه می خواهد در ارتباط به کودتا ناکام سال 2016 او را بازداشت کند. سویدن در سال 2019 به دلیل اتهام نظامی انقره در سوریه بر فروش تسلیحات به این کشور محدودیت وضع کرد. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت که برخورد فنلند و سویدن در رفع این محدودیت ها مثبت به نظر می رسید. ابراهیم قالین اضافه کرد که مناسب نیست متحدین ناتو بر همدیگر محدودیت وضع کنند، زیرا این اقدام ائتلاف را ضعیف و دشمنان را خرسند می سازد. پیش از این ایالات متحده از درخواست فنلند و سویدن برای کسب عضویت ناتو استقبال کرده و گفته بود که مطمئن است مشکل موجود با ترکیه حل خواهد شد. روسیه با این اقدام سویدن و فنلند مخالفت کرد و آن را اشتباه خوانده است. وزارت خارجه روسیه هشدار داده است که غرب نباید هیچ توهمی داشته باشد که گویا مسکو گسترش ناتو به سویدن و فنلند را به سادگی تحمل خواهد کرد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.